نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المصطفوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين صد نواخی زد زنای نوی نواید صد نواخی زد زنای نی نواید نغمه های عشق باشد در نواید میزند آتش به قلب دوستان دم به دم داستان جان گداز کربلاید معمولا پرنده ها وقت پرواز می کنند نیاز به دو تا بال دارند اگر شما یک بال پرواز یک پرنده را ببندید پرواز نمی کنه اگر یک بال یک پرنده را بشکنید دیگه پرواز نمی کنه شاید دلش می خواهد پرواز کنه ولی چهار تا ورژه ورژه میره ولی حرکت نمیتونه بکنه ای به اصطلاح فارسی تپ تپ میکنه پس دوباره میفته زمین پس هر کسی می خواهد پرواز کند نیازمند به دو تا بال است این دو تا بال بال پروازه با یک بال نمیتوانیم پرواز کنیم با یک بال نمیشه به صعود کرد با یک بال نمیشه به طرف آسمان رفت پس نیازمند به دو تا بال داریم این یک مقدمه معمولا مردم در مرگ جوان شیعه میکنند گریه میکنند عشق میریزن ناله میکنن به این میگن شور شور دارن عشق میریزن جوان از دار دنیا رفته اما امین مرگ جوان در کنار شور یک شعور هم داره شعورش چیست؟ شعورش اینه که ما از این مرگ جوان پند بگیریم شور خوبه عشق ریختن خوبه ولی باید شعورم پیدا بکنیم باید بدانیم من و شما هم روزی خواهیم رفت این که جوان بود از ما 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال کوچکتر بود الان راهی قبرستانه گریه از خوبه شعوره باید هم باشه ولی در کنارش باید شعورم باشه و اون شعور اینه که معرفت باید معرفت داشته باشیم در کربلا از حادثه کربلا باید من و شما در قضیه شهادت ابی عبدالله هم شور داشته باشیم هم شعور داشته باشیم مرحوم علامه مطهری شهید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه می فرماید کربلا دو تا صفحه داره یک صفحه نورانی و سفید یک صفحه ظلمانی و تاریک معمولا در ایام عزاداری ابی عبدالله بیشتر مردم دنبال صفحه ظلمانی و تاریک حسین است شهادت، سربریدن، خیمه آتش زدن اینا بلی باید باشه
اینا شور حسینی است، ولی صفحه نورانی کربلا شعور حسینی است. انشاءالله امشب و فردا شب این صفحه نورانی و صفحه ظلمانی در حادثه کربلا را توضیح بدم و از خدا بخواهیم در مکتب ابی عبدالله خدا هم به ما شور بده، هم شور بده. اگر شور تنها بود پرواز نمیشه کرد. دل ما میخواد پرواز کنیم، دل ما میخواد حرکت کنیم، ولی چند تا ورجه ورجه میزنیم حرکت نمیتونیم. یک باله در مقدمه عرض کردم، پرواز نیاز به دو تا بال داره، ام بال شور ام بال شعور، هر دو تا باید باشه تا بتوانیم پرواز کنیم. حالا این دو تا بال شور و شعور خیلی عالی است، هر دو هم باشه. به نظر من اگر شعور تنها باشه بازم به جایی نمیرسید، اگر شور تنها باشه بازم به جایی نمیرسید. هم باید معرفت داشته باشیم، شعور داشته باشیم، درس بگیریم از عاشورا، هم در مصیبت ابو عبدالله گریه کنیم، ناله کنیم، بر سر و سینه بزنیم. این شعور شعور در کنار هم دیگر. ابی عبدالله الحسین فقط برای گریه کردن ما که شهید نشد، ابی عبدالله برای که ما خود را سینه بزنیم شهید نشد. یکی از دوستان زور در نماز جمعه و من فرمود فلانی تو متهمی که خیلی مدافع سینه‌زنی و روزخانی و مناقبخانی هستی. گفتم بله من هستم و تا زنده باشم مدافع سینه‌زنی و مدافع زنجیرزنی و شور ابو عبدالله هستم، چون مکتب ابی عبدالله هم شور داره هم شعور داره. به خدا مکتب ابی عبدالله خیلی خوشک مقدسا، خیلی متجددا که الان سر کار آمدن. آقا این سینه زنی یا چی معنا داره؟ زینب کبرا در مصیبت برادر سینه بر سر و سینه زده، امام سجاد بر سر و سینه زده، ائمه ما در مصیبت ابی عبدالله عشق ریختن، عشق از محاسن حضرات جاری شده در مصیبت ابی عبدالله. این شور حسینی است و باید باشه در مکتب ابی عبدالله شور حسینی. مکتب بدون شور و مکتب بدون شعور امون پرنده یک بال است، هر دو تا بال باید باشه تا پرواز بکنیم، شور حسینی و شعور حسینی. ولی بعضی مردم متاسفانه از این طرف بام افتادن، فقط دنبال شور حسینی هستن، کاری به شعور ندارن. اینا محکومه، اینا باز یک باله، فرقی نمی کنه. یک بال یک باله، پرواز نمیشه کرد، نمیشه صعود کرد، نمیشه به طرف رحمت الهی پرواز کنیم. هم شور هم شعور. صلوات الله صلوات الله که متاسفانه در مرکز تشیع جمهوری اسلامی ایران الان در مجالس ابی عبدالله شور بیشتر از شعوره. جوانا به جای عزاداری پایکوبی میکنند، رقص میکنند، مداها به جای روزه آهنگ میخوانند، به جای روزه آهنگ های خواننده های زمان شاه رو میخوانند، به نام روزه فقط نام حسین میارن. واقعا جای تاسفه. چرا جلوی این قضایا رو نمیگیرن؟ من یکی از بزرگان شنیدم، ایشان فرمود 15 سال قبل دولت انگلستان مقدار سرمایه گذاری کرد در رابطه با مداحی و مجالس ابی عبدالله در ایران. 15 سال قبل اینطوری نبود، هم شور حسینی بود هم شعور حسینی بود. اما الان در مجالس ابی عبدالله در ایران متاسفانه شور خیلی بیشتره. ای کاش شور می بود، ای کاش شور می بود. آهنگ، پایکوبی، رقص، کف زدن، سوت زدن. امسال در شب ششم محرم 1440 امین امسالی گذشت، 4-5 روز جلوتر بگردین نگاه بکنید. من بر اساس شغل وظیفه‌ای که دارم خیلی سایت‌ها رو باید ببینم. رگه سایت‌ها نگاه کردم، شب ششم محرم برای قاسم
حسن علیه السلام مجلس گرفتند. مداح میخوانند، همه مردم لختند، سینه میزنند. یک مرتبه وسط مداحی میگه آقایون بس دیگه سینه نزنید. قاسم در کربلا جوان بود، داماد نشد، بیاین امشب برش دامادی بگیریم. شروع میکنند به کف زدن، سود زدن، هل هل کردن و پایکوبی میکنند. ببینید فیلم ها را، پایین بالا میپرند به عنوان شور حسین. این شور نیست، این بیشعوری و مکتب حسینه، این شور نیست. بعد از این بالاتر بگم خیلی خطرناکه، در امین مجلس خنچه های عروسی وارد مجلس میشه. خب اینجا کجا شور حسینی است؟ از این مکتب میخواییم به کجا برسیم؟ من حتی روز عاشورا، شاید بعضا دوستان ما شاید بگین آقا چرا روز عاشورا سخنرانی؟ نه، هم شور در روز عاشورا، هم شعور در روز عاشورا. باید در روز عاشورا حرف بزنیم، مردم بفهمن امام حسین چی کارت در کربلا. پس ما در این دو شب انشاءالله، امشب و فردا شب، مسئله شعور حسینی و شعور حسینی را مطرح خواهیم کرد. پس امشب میریم دنبال صفحه نورانی مکتب حسین در کربلا، که این صفحه نورانی مکتب ابی عبدالله کلهم شعور حسینی است. درس پند باید درس بگیریم. اولین چیزی که در مکتب ابی عبدالله در کربلا اتفاق افتاد خداپرستی بود. ابی عبدالله برای خدا آمد، برای خدا قیام کرد، برای خدا شهید شد. ابی عبدالله برای نماز خدا به شهادت رسید. ابی عبدالله برای انجام واجبات و ترک محرمات قیام کرد، چون یزید ابن معاویه محرمات رو انجام میداد، نماز کم کم داشت رخت میبست، کمان که متاسفانه در زمان ما این طوری است. و من نمیدانم این مداها در جمهوری اسلامی ایران از کجا سرمنشه میگیرند، به جوان القا میکنند، جوان عشق بر ابی عبدالله گناهان را میامرزه. اگر نمازم نخوندی به واسه عشق بر ابی عبدالله بی نمازی هم اشکال نداره. از کجای مکتب ابی عبدالله ایران استفاده کردن؟ در آنی که تمام کربلا موج میزنه، لحظه به لحظه کربلا خداپرستی ابی عبدالله الحسین علیه السلام. امام حسین برای آب طلب نکرد. شب تا عاشورا همه اصحاب تشنه بودن، بچه ها العطش میگفتن، اما حسین عباس خود را فرستاد، به نفسی انت، انت به نفسی، برادرم جانم فدایت، برو جلو لشکر امشب را مهلت بگی. آب میخوایی؟ نه. غذا میخوایی؟ نه. چی میخوایی امشب برادر؟ حضرت فرمود اینی قد کنت احب الصلاة و دعای و استغفار و تلاوت کتاب الله. من خیلی دوست دارم امشب همه اصحاب تا صبح نماز بخوانند، دعا بکنن، استغفار بکنن. این صحنه نورانی کربلاست، این صحنه شعور کربلاست. باید درس بگیریم از این مکتب شعور ابو عبدالله. لحظه جان دادن و شهادت در فکر نماز ابی عبدالله، در فکر دعا و استغفار و تلاوت کتاب الله است. این روایت معروفه. شعور در مکتب ابی عبدالله. ما که عزادار ابی عبدالله هستیم باید با خدا باشیم، ما که عزادار مکتب حسینی باید در نماز باشیم، ما که عزادار مکتب ابی عبدالله هستیم باید تلاوت قرآن بکنیم. این شعور مکتب ابی عبدالله است. فقط شعور نباید باشه. امشب شعور، فردا شب انشاءالله شعور خواهم خواند، مطالب شعورم در کربلا الا ماشاءالله داریم. این یک مطلب. ببینید ابی عبدالله الحسین علیه السلام، عباس شهید شده، علی اکبر رفته، عون رفته، جعفر رفته، حتی شش ماه هم به شهادت رسید، اما باز ابی عبدالله الحسین سخنرانی میکنه. نمیگه من مظلوم واقع شدم، نمیگه من این طوری شدم، نه، دعوت میکنه مردم را، مردم برگردید به سوی خدا. این شعور مکتب ابو عبدالله است.
یعنی دعوت به سوی خدا. دومین شعوری که در صحرای کربلا موج میزنه اطاعت بدون چرا و چرا از امام زمانشانه، ابی عبدالله الحسین، امام زمان خودشه. در سال 61 هجری همه شهدای کربلا بدون چون و چرا داوطلبانه در محضر ابی عبدالله هستن. این اطاعت از امام، باید درس بگیریم از این شعور یاران کربلایی، و من و شما باید مطیع امام زمان خود حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. به امین جهت اطاعت یاران ابی عبدالله است که حضرت فرمود فإنی لا اعلم اصحابا حوفا ولا خیرا من اصحابی، من از اصحابم بهتر پیدا نکردم. این شعوره، این معرفت در مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. وقتی دل شب عاشورا ابی عبدالله اجازه میدان داد به مردم، هر کی میخواید به سلامت بره، من بیعتم را برداشتم. هر کدام بلند شدن سخنرانی کردن، حضرت عباس جملاتی گرفت، زهیر ابن قیم، هر کدام آمدن هر زدن با ابی عبدالله. زهیر ابن قیم گفت آقا جان تو را در بین دشمن تنها بگذاریم، ما بریم ابدا. این اطاعت هست، پس باید درس بگیریم و از این شعور یاران ابی عبدالله سرمنشه زندگی ما باشه، یعنی شعور داشته باشیم اطاعت از امام زمان. خودم را عرض میکنم، کار به شما بزرگوارا ندارم، چقدر من مبشر با گناه و معصیت و با خلاف نافرمانی ها قلب امام زمانم را شکستم، چقدر عشق امام زمان را جاری کردیم، چقدر دل مهدی فاطمه را شکستیم، چقدر مهدی فاطمه دوشنبه ها و پنجشنبه ها وقت پرونده اعمال ما نظر حضرت میره، حضرت چی میکشه از دست ما؟ از مکتب امام حسین چی یاد بگیریم؟ شعور، اطاعت بدون چون چرا از امام زمان خودشان. من و شما باید یاد بگیریم این قضیه را، این دو تا شعور در مکتب ابی عبدالله و در صحرای کربلا. صفحه دیگر نورانی مکتب ابی عبدالله در کربلای معلا عدم تبعیض نژادی بود، عدم تبعیض نژادی. وقتی که پیغمبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله بلال حبشی را به عنوان مؤذن معرفی کرد، بلال هم غلام بوده، برده بوده، سیاه‌پوست بوده، زبانش هم مقدار لکنت داشته. بلال رفت شد مؤذن پیغمبر، خیلی آیه اعتراض کردن، یا رسول الله این همه پولدار، سرمایه‌دار، میلیاردر در کنار تو، این یک غلام حبشی میشه مؤذن شما؟ پیغمبر روایت قشنگ داره اینجا، فرمود ایها الناس ان ربکم واحد، خدا یکی، و ان آبائکم واحد و آدم من تراب، پدر ما آدم، آدمم از خاک، ان اکرمکم عند الله اتقاکم و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا. فضیلت نیست، قوم و منطقه و نژاد اینا همه خط بطلانه در مکتب ابی عبدالله، الا بالتقوا. ابی عبدالله الحسین همونطوری که به بالین جوان 18 ساله رفت، سرش را به بغل گرفت، به دامن گرفت، اشک ریخت و گریه کرد، وقتی غلام سیاه جرده جونم افتاد، ابی عبدالله رفت به سر فرختش، یک جارخ غلام پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. این صفحه نورانی کربلاست، عدم تبعیض نژادی. حالا خواهر من، برادر من، از این شعور ابی عبدالله چه درس بگیریم؟ در مکتب ابی عبدالله عرب و عجم و سیاه و سفید وجود نداره،
من و شما هم که در شعور حسینی شرکت میکنیم سینه میزنیم، این شعور حسینی را باید داشته باشیم که برای ما منطقه و نژاد و قوم فرقی نکنه. ان اکرمکم عند الله بگین اتقاکم، تقوا تقوا تقوا. هزاره و کابلی و هراتی و کنداری اینا به خدا کل شرکه، شرک خفیف که خودمون درک نمیکنیم، اینا همه شرکه. در مکتب ابی عبدالله عدم تبعیض نژادی بوده. جان غلام سیاه ابی عبدالله از بردگان آزاد شده ابوذر غفاری بود، در خانه امیرالمؤمنین بود، امام مجتبی تا امام حسین علیه السلام. بچه هم خیلی بایش انس داشت. یعنی دیگه این آقا پیرمرد 90 ساله از کودکی با این بچه ها بودن کچه. وقت بچه ها چشم باز کردن جان را دیدن تا آخرم بایشان بودن، بازی کرده، حرف زدن، کارهایشان انجام داده، خیلی دوست داشتن جان را. امین جان وقتی بخواست برن میدان حضرت فرمود جان تو برامو خیلی زحمت کشیدی، بس دیگه برو. از زوان جوانی در خدمت ابوذر بودی، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، خانه ما بودی، زحمت بچه های ما را زیاد کشیدی، برو دیگه برگرد. حالا جون یک جمله داره که در اون بحث بعدیش عرض خواهم کرد. جون نرفت، امونجا هم شهید شد. این عدم تبعیض نژادی، این سه تا صفحه روشن کربلا. بحث ما امشب بس از دستان در نره، بحث ما امشب صفحه جلوه های نورانی کربلا و شعور در مکتب ابوعبدالله را بررسی میکنیم. انشاءالله فردا صفحه تاریک و ظلمانی و شعور ابی عبدالله را بررسی خواهیم کرد. امشب میخوایم فقط در رابطه با شعور یاد بگیریم، در رابطه با شعور حرف بزنیم. مطلب بعدی و شعور بعدی و آزادی و صفحه نورانی دیگری که در مکتب ابی عبدالله بود، حریت و آزادگی بود. حضرت فرمود، نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. خیلی دقت کنید عزیزان، درس بگیریم و شعور پیدا کنیم. ابی عبدالله الحسین جمله را میگه و مثلی لا یبایع او مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمی کنه. کار به زمان سال 61 هم نداره. زمان من و شما مگر یزیدی پیدا شد ما باید دنبال رویش نباشیم. این شعور حسین است، این آزادی و حریت است. محمد انفیه وصیت داره به محمد حنفیه داد، ابی عبدالله جملهش خیلی قشنگه: یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجن ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. برادرم اگر در این نقطه کل کره زمین این جا و پناهگاهی پیدا نکنم با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم. این آزادگی است، این مردانگی است، این حریته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری را. می‌فرماید این شعار شعار آزادی است، این شعار شعار حریته. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سار بعض زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی زیر بار ظلم نرو، که این مرام حسین است و منطق دین است. شعور حسینی آزادگی. شعور دیگر یاد بگیریم از مکتب ابی عبدالله وفاداری. عباس علمدار و شهدای کربلا چنان وفادار بودن هیچگاه در تاریخ شما پیدا نمی کنید حضرت عباس ابراز وجود کرده باشه، گفته باشه منم پسر علیم. هر جا بود حسین عرض میکرد مولای من، آقای من، سالار من. این وفاداری اصحابه. وقتی اما نامه آوردن برای ابو الفضل العباس، حضرت حتی ایجاد نمیخواست بره دم در، گفت آقا من نمیخواهم با شمر ملاقات کنم. امام حسین فرمود برو، گفت چشم. ببینید وفاداری را، گفت برو، گفت چشم، رفت ولی جواب شم را داد و دوباره برگشت. ششم، ایثار و شهادت. اولین فرد بنی هاشم در کربلا پسر برومند ابی عبدالله علی اکبره. این ایثاره. ایثار دیگر یاد بگیریم، وقتی سایر شهدا زنده بودن اجازه ندادن علی اکبر میدان بره.
میگوستن آقا جان تا ما زنده هستیم نمیگذاریم بنی هاشم بره میدان. چرا؟ چون پسر امامه، امامزاده است. اینم با صفحه دیگر نورانی کربلا است. باید شعور یاد بگیریم از این مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام. شعور دیگری که باید از مکتب حسین درس گرفت صبر استقامت، صبر زینب کبرا زبان زد آن خاصه. آقا زینب کبرا سلام الله علیها مادر سه شهید بنابر نقلی، بعضا میگه دو شهید، بعضا میگه سه تا شهید، سه تا فرزندش کربلا شهید شده. زینب کبرا خواهر هشت تا شهیده، زینب کبرا عمه نه شهیده، زینب کبرا خاله سه شهیده. همه شهدای بنی هاشم متعلق به زینب کبرا. اما امین زینب چنان صابره، درس صبر به جامعه باید بیاموزه و باید از این شعور زینب یاد بگیریم که در مسائل و مشکلات جذع و فزع نکنیم. امین زینب، امام حسین وقت خداحافظی که یک جمله به زینب داره، خیلی جمله‌اش قشنگه. چی گفت؟ فرمود ابی عبدالله یا اختا لا تنسا فی نافلت اللیل، خواهرم در نماز شب از من حسین یادت نره. خب خیلی درس بزرگه، این خیلی معرفته، این خیلی شعوره، شعور. امام سجاد میگه امین عمه ما زینب تمام ایام اسارت ندیدم لحظه نماز شبش عقب جلو بیفته. این شعوره. ما متاسفانه تو یه غم بالای ما میای به خدا داد و بیداد با خدا قهر میکنیم، نماز واجب خود ما را نمیکنیم. زینب کبرا این همه مشکلات دیده ولی نماز شبش قضا نمیشه. امام حسین میگه در نماز شب من حسین رو از دعایت فراموش نکنیم. رازداری رو میگم و بسه. یکی از چیزایی که از مکتب ابی عبدالله باید درس بگیریم رازداری مردمه. اگر مردم راز پیش ما دارن باید راز نگهدار باشیم. این شعور حسینی است. به خدا اگر سر شب تا به صبح سینه بزنیم، بر فرق بکوبیم، زنجیر بزنیم ولی رازدار مردم نباشیم، یک باله هستیم. این فقط شعور تناز. شعور چیز؟ شعور اینه که در کربلا قیس ابن مسحر فرستاده حسین به طرف مردم کوفه، نامه حسین بهش داد به فلانیا برو بدی. وقتی دستگیر شد نامه رو پاره کرد انداخت دور، کسی خبردار نشد. هرچی شکنجه کردن که نام افراد را بر زبان جاری کنه نگفت. این رازی است بین من و حسین و اون یاران باوفایش در کوفه. آقا تا پای چوبه دار رفت نگفت. آوردن داخل مجلس ابن زیاد، گفت برو منبر آزادت میکنم، ولی نامارم نمیگی نگو، فدای سرت، برو منبر، در منبر بگو حسین مرا بازی داد، از حسین بدگویی کو بیا پایی. رفت بالای منبر، صدا زد شهادت میدم بهترین خلق جهان در روی کره زمین الان وجود نازنین حسین ابن علی است. صلوات بفرسته الله صلی الله. پس این رازداری از مکتب ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. و چنان یزید و یزیدیان را محکوم کرد، از امون منبر انداختنش، با این آنقدر کتک زدن قیس ابن مسحر را که در جا شهید شد، ولی راز ابی عبدالله را افشا نکرد. من و شما باید شعور حسینی داشته باشیم، رازدار مردم باشیم. عزادار ابی عبدالله هستیم، لباس سیاه بر تن میکنیم ولی راز مردم را تا جایی که برسیم خود ما نرسیم اس ام اس و موبایل و به همه مردم افشا میکنیم دختر فلانی بچه فلانی. این نشد عزادار ابی عبدالله. پس کل خلاصه بحث من امشب امین یک کلمه، کربلا دو تا صفحه داره، صفحه نورانی و صفحه شعور و صفحه ظلمانی و صفحه شور. و ما باید دو تا بال داشته باشیم تا پرواز کنیم. یک بال را امشب عرض کردم، شعور حسینی، دردهایی که باید از مکتب حسین گرفت. فردا شب انشاءالله مطالبی در رابطه با شعور عرض خواهم کرد. دیگه بس، انشاءالله فردا شب که شب ختم مجلس ماست و از هفته آینده هم انشاءالله که شنبه شبها ویژه برنامه محرم
خواهیم داشت، عزاداری و منبر و روزه و سینه‌زنی انشاءالله خواهیم داشت. اگر کشتن چرا خاکت نکردند؟ این شعور موسیقی است. در کنار شعور باید شعورش هم باشه. اگر شعور باشه و سینه‌زنی نباشه، عشق نباشه، باید فایده نداره. یک بال ما کم. اگر کشتن چرا خاکش نکردن، کفن بر جسم سد چاکش نکردن، اگر کشتن چرا آبش ندادن، بدل از تشنگی داغش ندادن، وقت و سرار عبور می دادن از کنار کجدا، آی بمیرم می دانستن از راه دیگرم ببرن، اما عمدن عمر زد خاص آتش به دل ای زن و بچه بیندازه، از کنار گودی قتلگاه عبور داد تا جشم این و سرا به بدنهای برهنه و بی سر شهدا افتاد، از اسبها و شتورا انداختن پایین، هر کی رفت دنبال جنازه، آی بمیرم زینب جنازه برادر را پیدا کرد، خم شد زیر گلوی برادر را ببوزه، حسین سر در بدن نداره، آخ بمیرم سکینه آمد کنار امه، امه جان امه جان زینب ای بدن بدن کیز، این گونه رازداری میکنی، این گونه به سر و سیورت میزنی، ای بدن بدن کیز، زینب صدا از جانان امه، حق داری نشناسی، ای بدن بدن بابای مظلومت حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. حسین روح و روانم شور دیگه، اینا شور باید باشه، منبر بیشور مزه نداره، نمک نداره. حسین روح و حسین آرام جانم، با دل و جان خودم عاشق کربلایم، کن نصیب ما حرمت آقا، تا شویم ما زوارت مولا، ابا عبدالله حسین صار الله، ابا عبدالله حسین صار الله، بگو ابا عبدالله حسین صار الله، ابا عبدالله شب عاشورا بود تسلیت بر همگان، هم بر نبی و زهرا، هم بر علی و حسن، ای آرزوی خوبان عالم، کن شفاعت را در دو عالم، ابا عبدالله حسین صار الله، ابا عبدالله حسین صار الله، عاشور مجلس، ابا عبدالله حسین صار الله، ابا قلبم برات تپیده، حسین نور دو دیده، گله
خوشبوی زهرا وقت دعا رسیده چشم انتظارم ای گل زهرا آرزو دارم روم کربلا ابا عبدالله حسین سارا العظيم العظم الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ده مرتبة السميع قلب يا الله يا حميد وبحق محمد يا علي وبحق علي يا فاطر وبحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين خدايا پروردگارا به ما شعور حسینی و شعور حسینی عنایت بفرما خدایا پروردگارا تعجیل در فرج مولایمان امام زمان عنایت فرما چشمهای ما به جمال حضرتش روشن و منور بفرما مریضهای معلوم و مد نظر اونایی که التماس دعا گفتن خدایا به حق بیمار کربلا شفای عاجل عنایت بفرما قرض مقروضی ادا فرما سفر مسافرین اسلام بی خطر بگردان خدایا هر کس بر نحو و لباسی دشمنی داره با مکتب اهل بیت خدایا در دنیا و آخرت رسوا و مفتزهیشان بفرما شر طالب و داعش و سلفی ها را به خودشان برگردان خدایا پروردگار و شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما اموات گذشتگان زبل حقوق والدین این جمع دریق رحمت بفرما اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجل من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات